میخوایم این لامپو تعمیر کنیم، چطور تعمیر کامل این لامپو انجام بدیم بی درد سر با کمترین هزینه؟ برای این کار اول از همه باید این حباب رو باز کنیم. برای باز کردن حباب باید یه مقداری به این قسمت ها فشار بیارید تا چسب لایه این فریم و حباب باز بشه. با فشار دادن این قسمت این حباب باز میشه. یه فشار میارید و این حباب رو باز میکنید. بعد اینکه حباب رو باز کردید، شما باید از این قسمت سیمی که به سرپیچ وصله رو جدا کنید. برای این کار شما باید یه چیز نوک‌تیز رو بگیرید و سوراخ این وسط رو گشاد کنید. با گشاد کردن سوراخ این وسط این چیپ LED در میاد. چیپ LED هم با یه چیزی میندازید لاش و این چیپ LED رو جدا میکنید. بعد اینکه جدا کردید، شما بخواید از این چیپ LED استفاده کنید، SMD سوختش اگه بخواید تعویض کنید هم زمان بره، همین که خب نمیصرفه. الان چیپ های SMD رو بخواید تعویض کنید، چیپ های 220 ولت مستقیم هستش که سریع میتونید جابجا کنید و جایگزینش کنید. و نکته های مهم میداره که اگه بخواید طول عمر این چیپ هاتون بالا باشه، که توی این ویدیو بهتون میگم که چیکار کنید که طول عمر چیپ های LED که وصل میکنید اینجا درست باشه. برای این کار اول از همه من میخوام اینو سر و ته وصل کنم. اول سیمش رو نگاه میکنم، میبینم سیمش یه مقدار کوتاهه. میام سیمش رو یه مقدار بلندتر میکنم. سیم این قسمت رو میخوام بلندتر کنم. برای همین دو تا رشته سیم به این اضافه میکنم. دو تا سیم خیلی بلندم نه، دو تا سیم کوچیک بهش اضافه میکنم. از سیم نسوز استفاده میکنم، سیم سیلیکونی نسوز استفاده میکنم. زیادم نیاز نیست که سیم بلند بشه. دو تا تیکه سیم سیلیکونی نسوز رو به این اضافه میکنم. خب ما این سیما رو آزاد کردیم، سیما به اندازه کافی بیرون آوردیم که بخوایم وصل کنیم اذیتمون نکنه. من دو تا سیمو این قسمت بیرون آوردم. خب حالا میرسیم توی این قسمت واسه وصل کردن چیپ LED. ببینید، ما الان بخوایم چیپ LED رو وصل کنیم باید وسط قرار بدیم. وقتی وسط قرار بدیم اینجا سوراخی نداره، فقط یه سوراخ اینجا داره. من بخوام اینجوری وصل کنم خیلی زایه و بد در میاد. برای همین میام اینجاها رو علامت میزنم و با دریل سوراخش میکنم. خب اول باید علامت بزنم تا سوراخی که ایجاد میکنم. این سوراخ مربوط میشه به سیم ورودی و این قسمت ها هم مربوط میشه به پیچ ما، که من چند تا خط میکشم که مشخص باشه که هدف ما اینجاست. خب این سوراخ سوراخ سیم بود که ذره گشاد زدم، ولی سوراخ پیجا رو باید یه سوراخ ریز بزنم. خب سوراخ کاریش به درستی و کامل انجام شده و میریم برای نصبش. دو تا سیمی که اینجا قرار بود بیاریم بیرون رو ازش خارج میکنیم. و این چیپ دیگه به عنوان هیت سینک ما عمل میکنه و باید انتقال حرارتی رو انجام بده. میمونه چیپ ما. چیپ هم که همین راحتی از اینجا خارج میشه. توی یه ویدیو یه نکته بهتون گفتم که علت سوختن چیپ LED بعد از اینکه حتی چیپ جدید رو وصل کردیم چیه. خب شما باید حتما اون نکات رو رعایت کنید که چیپ LED تو نسوزه. ببین من جای پیجا رو قشنگ مشخص کردم و از خمیر سیلیکون برای زیر این چیپ استفاده میکنم. مهم نیست که شما چقدر خمیر سیلیکون میخواید استفاده کنید. ببینید باید این چیپ روی بدن هیتسینگ قشنگ بشینه، نباید فاصله داشته باشه. فاصله کارو خراب میکنه، فاصله باعث خرابی سوختن چیپ میشه.
شما اینو رعایت کنید، اصلا نذارید هیچ فاصله بین چیپ و هیت سینکتون وجود داشته باشه. حتما اون ویدئویی که بهتون گفتم در مورد روش صحیح کار کردنش هست و ببینید. حتما اون ویدئو رو ببینید، چون اون توی اون ویدئو قشنگ توضیح داده علت سوختن بعضی از چیپ های LED چیه و چه دلیلی باعث میشه که اون چیپ LED وقتی که حتی نو میبندید بسوزه و شما فکر میکنید که کیفیت نداره چیپ، اما نه اینجوری نیست، شما یک کاری رو به درستی انجام ندادید. خب اینجا بررسی میکنیم، ببینید اینجا رو من دارم، اگر حس کنم فاصله ای وجود داره وقتی فشار میدم اینجا خمیر میزنه بیرون، اینجا حس میکنم یه فاصله این وسط وجود داره. خب چیکارش کنم که این فاصله رو پر کنم؟ میام از این رو استفاده میکنم، اینجوری اومدم چیپ و بدنه فیکس کردم، نذاشتم چیپ فاصله داشته باشه با بدنه، اینجا فیکسه، اینجا فیکس شده کامل، اینجا حس میکنم یه فاصله ای وجود داره، برای همین میام اینجا را یه پیچ دیگه میزنم، به همین راحتی من چیپ رو کامل توی بدنه خوابوندم، یعنی هیچ فاصله دیگه بین این چیپ و بدنه وجود نداره. اومدم خمیر سیلیکون هم زدم دیگه، اگر بسوزه باید با این سیستمش خداحافظی کنیم. جایی که دستم کثیف بوده و باعث شده که اینا هم کثیف بشه رو تمیز میکنم و سعی میکنم آلودگی روی سطح نباشه. شما هم حتما این کارو بکنید، روی سطح LED نباید آلودگی وجود داشته باشه. حالا میریم سر وقت لحیم کردن برق ورودیش. ببینید اینجا نوشته L و N. خب این L و N میشه برق ورودی. L اومده توی یه فیوز رد شده رفته سر پل دیود. خب این باعث جلوگیری از اتصالی هم میشه، یکی از خوبی هاشه. حتی تمام این قطعات روی سایت موجوده، میتونید به راحتی هر قطعی که خواستید از روی سایت سفارش بدید. یه سری ها میگن آقا LED SMD رو عوض کنیم. میشه عوض کرد LED SMD رو اگه خراب باشه. خب میشه آره، ولی صرف زمان خیلی مهمه. این وقتی که باید بذاری برای تعویضش و این داستان ها خودش خیلی مهمه که بخوای وقت تو علکی هدر بدی برای این کار. زمان خیلی مهمه، خواهیم علکی این زمانمون رو تلف کنیم، خود سر یه چیپ جدید میگیریم میندازیم روش به همین راحتی و تموم شد. این لامپمون هم کارش تموم شد، حالا یه تستی ازش بگیرم. این چسبش از خوب خوش نشده، من دیگه زیاد فشار رو صرف چیزی نمیارم. اینم از لامپمون که تموم. به همین راحتی با این آموزش به راحتی میتونید لامپ رو تعمیر کنید، حتی برای خودتون کسب درآمد کنید و امیدوارم که آموزش براتون مفید بوده باشه.